همتان عزیز بینندگان گرامی با گل خوشاهای امشب خوش آمدین. خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما هستیم. نیک یاد از پیشگامان و استادان ادب و هنر کشور ما می تواند رسیدن به سرچشمه زلال معرفت، خداگاهی و درک دقیق ظرافت های پربار ادبیات و هنر وطن باشد که این آشنایی ما را به گنجینه غنی و پربهای که مسئول کار هنری هر یک آنها در عرصه های ادب و هنر است آشنا می سازد که به ترتیب خالی از دلچسپی نیست و ضمناً در می یابیم که چگونه این شخصیت های پرتلاش با تعامل هر نوع مشکلات و مشقت روزگار مشعل پرجلال هنر و ادبیات کشور ما را فروزان نگه داشتند و به ویژه دستن در کاران صدا و سرود نوای موسیقی را با نفس هایشان زنده نگه داشته و رونق بخشیدند که امروز آنچه ما در گنج موسیقی خود داریم مسئول یک عمر تلاش، زحمت و پشتکار همین عاشقان دلباخته هنر موسیقی است که تلاش هر یکشان در سر و سامان بخشیدن هنر موسیقی میهن ما قابل قدر است و ستایش. در شمار سرداران موسیقی کشور ما جلیل زلاند نامی است مطرح و آشنا نه تنها در افغانستان بلکه در ایران، تاجیکستان و سایر کشورهای منطقه. وقتی نامی از استاد جلیل زلان به گوشم می رسد، در ذهنم بیدرنگ آن روزگاران آفتابی صدا و سرود تدهی می شود که زلان با تنین صدای سحرانگیزش، جست و حرکات هنریش که موجب شور، الحله، شادی و سرود هر بیننده و شنونده می گردید. و هر آهنگ جدید او که از رادیو افغانستان وقت پخش می شد، چنان به دلها چنگ می زد که فردای آن بر سر زبانها بود. صدای برخواسته از دل بر دل نشیند.
زلان زمزمگر نوای دلها از ایام کودکی علاقمند موسیقی شد. اما او در محیط آگنده از تعصب در برابر موسیقی زندگی می کرد و با انتخاب دشواری ها روبرو بود. سرزنش تعصب مانع بر سر رای او بود، اما استاد زلان انتخابش را چنان با تدبیر انجام داد که نه تنها خودش در این هنر سرآمد روزگار و ماندگار شد، بلکه همه اعضای خانواده شیفته موسیقی شدند و رای او را برگزیدند. استاد زلان را با همه شوق و ذوق هنریش اولادهای پربار و هنرمندش چون وحید زلان، فرید زلان، شعلا زلان و سهیلا زلان با پیش گرفتن و با همه تدبیر ادامه دادند. تاثیرگذاری کار هنری زلان در محیط خانوادهش محصور نماند، بلکه او با یک حرکت خیلی جالب و دقیق برای هارمونیزه کردن آهنگهای فولکلوری و معلی به ایجاد یک ارکستر 30 نفری از نوازنده ها دست زد که مسئول این اقدام ابتکاری او به عنوان یک گنجینه بی‌بدیل موسیقی فولکلوریک افغانی حفظ است. استاد زلان آوازخوان مجرب و خوب بود. همچنان بهترین آهنگساز کشور بود. آهنگهای زیاد را برای آوازخوانان وطن ما و سایر کشورها ساخته است و محبوبیت و شهرت استاد زلان از مرزهای کشور فراتر رفته و او از محبوبیت خاص در ایران نیز برخوردار است. مردم ایران زلان را با آهنگ زیبای ساربان شعر از حضرت سعدی به یاد می آورند که روزنامه کیهان در آن زمان درباره او نوشته بود. جلیل زلان با این آهنگ روی حضرت سعدی را زنده کرده است. Oh.
قاصد موریان. گر چشم من نیچه در این قصر نیل خام حیران و مه و خیره پدو مانده ای مدام گر چشم من نیچه در این قصر نیل خام Hey.